سلام پنجشنبه 26 شهریور 88 17 سپتامبر 2009 میلادی خسته نباشید از تدارکاتی که برای راهپیمایی روز قدس انجام دادید و به دلیل اهمیتی که این روز تاریخی داره روزی که هم دنیا چشم دوخته به ایران و هم نقطه عطفی خواهد بود در حرکت جنبش ما این روز به نظرم این ارزش رو هم داره که امروز رو هم همه بحثمون رو به روز قدس اختصاص بدیم قبلا اگر خاطرتون باشه در حدود یک هفته ده روز پیش بر اساس پیشنهاداتی که از خود شما گرفته بودیم هفت دستورالعمل ساده رو با همدیگه مرور کردیم سوالاتی بود پیشنهاداتی بود که یک بار دیگه اونها رو مرور بکنیم من هم همین کار رو میخوام بکنم و با بعضی توضیحات اضافه که در طول این هفتش روز گذشته به مجموعه توضیحات قبلی باید اضافه کرد بنابراین به این تصاویری که به تیه شده پاورپوینتی که تهیه شده نگاه بکنید تا راجع به دستورالعملهای های حرکت در روز قدس با همدیگه صحبت بکنیم و یک مرور مجدد بکنیم اول شناختن مسیر راهپیمایی شناختن مسیر راهپیمایی یعنی اون مسیرهایی رو که خود حکومت هم اعلام کرده ما انتخاب کردیم که از اونجا حرکت کنیم لذا شناخت از اون میتونه خیلی مثبت باشه ولی اخباری که ما داریم این است که ممکن است حکومت بخواهد مردم را از هم جدا کنه و کسایی رو بگذارن که در مسیر راهپیمایی بچه های ما را رو از روی لباسشون و پوشششون بخوان که جدا کنن و اجازه ندن در اون مسیرها ها راه کنن ما بنای درگیری نداریم و برامونم اومدن تو خیابون مهمه حضورمون مهمه دعوا نمیکنیم مشکلی هم نداریم در این مسیرها مثلا نتونیم حرکت کنیم میریم به سمت مقصد نهایی که تو همه این مسیرها محل نماز جمعه است و در واقع در یه فاصله پشت اون میتونیم که یک تجمع بزرگ درست بکنیم و شعارام رو بدیم فرض کنید حتی دوربر اون محل نهایی رو هم بسته باشن از یک جایی جلوتر با کارت فقط خداشون رو راه بدن و نگذارن که ما بریم فرض کنید در تهران من بگم مثلا از اه اه چارای از پارک دانشجو از اون طرف چهارراه نواب بالاتر از بالای امیرآباد و غیره فرض کنید ببندن میخوان 50 60 هزار تا آدم خودشونو که به زور و بدبختی جمع کردن همه رو اونجا بچینن شبم تو تلویزیون اونا رو نشون بدن هیچ مهم نیست ما درگیر نمیشیم پخش میشیم اولا میریم در مسیرهای دیگه راهپیماییمون رو میکنیم وقتی نگذارن اونجا بریم و ثانیا اینکه حتی اون رو هم بخوان برخورد کنن نذارن هسته تظاهرات شکل بگیره پنجا نفر صد نفر جمع به شرکت کنه که جمعیت هزاران و میلیونی دورش شرکت کنه اصلا اهمیت نداره ما تاکتیک تظاهرات پراکنده رو قبلا هم امتحان کردیم تمرین کردیم بلا فاصله میتونیم پخش بشیم تمام شهر رو اینطوری در کنترل بگیریم و شعارهای خودمون رو در نقاط مختلف با تاکتیک تظاهرات پراکنده بدیم فیلم و عکسمون هم بگیریم و به همه دنیا بفرستیم بنابراین اصل این نیست که مسیرهایی رو که حالا اعلام شده حتما توش حرکت بکنیم اصل این است که در خیابون باشیم حضورمون رو اعلام بکنیم شعارهامون رو بدیم و اونها بدانند که جنبش میلیونی میتونه بیاد توی خیابون و عدد ناچیزی بیشتر نیستن اونها نکته دوم استقرار در محل های مناسب مسیر برای فیلم و عکس و ضبط صدا و غیره بود که یا پخش کردن اعلامی از روی بلندی یا ریختن مثلا کاغذ های سبز یا سایر چیزهایی که بخوایم در محل های مناسب انجام بدیم حتما وقتی مسیر رو میشناسیم جاهایی رو که میدونیم مناسب دوستی آشنایی آپارتمان فامیلی وابسته رو داریم یا جای مناسبی هست بهتر انتخاب کنیم در اونجا مستقر باشیم فیلم دقیقتر بگیریم اما اگر اون هم نباشه همین فیلم هایی هم که با دوربین های موبایلی گرفته میشه اگرچه گاهی لرزش داره ولی طبیعی بودنش خودش بسیار گویاست و بسیار قابل استفاده است یادمون باشه در این اکسیون خاص استفاده از فیلم و عکس بسیار بسیار حساس تر از اکسیون های قبلی شده برای اینکه حکومت تاکتیکش تاکتیک غالبش تظاهرات دزدیه و میخواد که در انتها احتمالا فیلم شهرستان ها رو تو تلویزیون بیشتر نشون بده تهران رو کمتر جابجا جا کنه یه کارای بکنه ممکنه فیلم های قبلی رم به لابلا پخش بکنه سالهای قبل و مجموعا بگه که اگر میلیون ها نفر آمدن تو خیابون تأیید حکومت و شعارهای اونه در حالی که ما خوب میدونیم که شعار مثلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایرانی که ما میگیم یا علامت وی که نشون میدیم این امکان ازشون میگیریم و چیزی که اون رو خیلی خوب نشون خواهد داد فیلم ها اکسیس که تهیه کنم یادتون هم باشه دوربین موبایلتون اطلاعات اضافه از روی موبایلتون قبلا توی خونه تخلیه بکنین که اگر به هر دلیل دوربین موبایلتون از دستتون گرفته شد بی خودی اطلاعات اضافه ای توش نباشه نکته سوم جدا نشدن از یکدیگر زن و مرد پیر و جوانه این کار نه فقط ما رو صفمون رو از اونها جدا میکنه چرا که ما مشکلی نداریم خانواده با هم حرکت میکنیم زن و مرد در کنار یکدیگه پیر و جوون با هم دیگه و صف متحد و یک پارچه داریم بلکه این کار ما رو در واقع از اونها متمایز هم میکنه و هویت ما رو از اونها جدا میکنه بلکه این کار یک امنیتی هم به ما میده به خصوص جوانترها با زنجیر کردن دستشون به هم دیگه خیلی خوب میتونن دیگران را هم حفظ کنن و اگر میتونید از مسنترهای خانواده هم خواهش کنید که قدم رو چشم جنبش بگذارن و پاشون رو به خیابون بگذارن به نظر من خیلی خوبه برای اینکه هم قوتی است برای جوون و قوت قلبیه و هم, هم اینکه این, که این سنین مختلفی که میان منظره ازم یک ملت رو برای گرفتن خواستش بهتر نشون میده و نشون میده که یک ملت برای ایران چگونه حرکت میکنه چهارم آوردن اتومبیل و حضور در خیابان هاست اومدن اتومبیل ها در خیابون ها هم رفت آمد رو تسهیل میکنه هم کسایی که حوصله ندارن همه مسیر را پیمایی کنن میتونن به این روش بیان مشارکت کنن یا به مقصد نهایی نزدیکن و قبلا دیدیم که اومدن اتومبیل ها به ما کمک میکنه برای اینکه مثل یک سوار نظام پیاده نظام ما رو محافظت میکنه به خصوص وقتی که کمی پراکنده میشیم به تاکتیک تزارات پراکنده میریم ش... می اتومبیل ها میتونن ترافیک ایجاد کنن جابجایی سرکوبگرا رو دشوار میکنن و بچه های پیاده میتونن کاراشونو بکنن شعاراشونو بدن و تظاهراتشونو بکنن بنابراین خواهش من این است که اونهایی که میتونن اتومبیلشونو بیارن و با ترافیکی ایجاد کردن حمایت هم بکنن از پیاده ها مطلب پنجمی سر ساعت اومدنه برای اینکه سر ساعت حداقل ده صبح که قرار هست از خونه بیایم بیرون ولو با ماشین حالا نمیخوایم هنوز به مسیر راه پیمایی بپیوندیم میخوایم یک شناسایی بکنیم هیچ اشکال نداره ولی اگر خیلی دیر و زود بیایم اون وقت اونهایی که زود اومدن به کاری نمیرسند نکته بعدی ندادن دستگیریه اطلاعاتی که ما داریم است که اینها به دلیل رسوایی هایی که قبلا براشون پیش اومده نمیخوان که اسلحه رو احتمالا از دست بسیجی و پلیس اینا قراره بگیرن اصلا و ضمنا دستور العمل این است که ضرب و جر هم نکنن نمیدونم شاید هم این حرفشون رو برگردونن ولی به حال دیدن براشون رسوایی داره ولی به هر صورت اگر کسی رو خواستن دستگیر کنن دستور العمل این است که به کمکشون بریم و اون آدم اونو آزاد کنیم حتی اگر به ماشین برده باشن داخل ماشین ولی اصل بر این است که جمعی حتی رو حرکت کنیم چون گرگ دنبال بره جدا افتاده میگرده و مطلب آخری همراه داشتن پاره علامت ها جنبش مثل روبان سبز یا پارچه سبز و عکس شهدا یا مسئولینه که توی جیبتون میتونید یک روبان داشته باشید جایی که خطری نداره به مچ دستتون ببندین که راحتم بتونید بازش کنید و ولی یاد اون باشه بهترین علامتی که همیشه هم همراهمونه ویه جنبشه که میتونیم نشون بدیم و شعارها و حرفایی که میزنیم ولی داشتن عکس شهدا و علامت ها میتونه بسیار کمک کننده باشه تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران